اول نکرد. این یارو کجا پیدا کردی؟ تو هیچ بارش نیست که. بچه‌ها چند دقیقه استراحت کنید لطفاً. مریم جان، عکس راکور رو بگیر. چاشنی نمیتونه کار بذاره. سی جی. سی جی. آره، ببین یه بسته ازش بگیر بگو ریاکشن بیاد. بقیه‌اش با سی جی حل میشه. میشه تو سی جی؟ آره بابا با سی جی حل میشه. تحقیق بکن، یه صحبتی بکن. علی جان، نشد که دوباره. میشه الان دارم ردیفش میکنم. ای وای بابا نورم رفت. سردم شده بابا. چطور بودم من؟ تو بد نیستی، فقط ببین. داری یه گرگ وسط جاده میبینی. گرگه داره بهت شلیک هم میکنه. دوز ترسری یه ذریع بالاتر. تکنیک. قبلا هم بهت گفتم. یه بیشتر تو صورت باشه دیگه داشت. بله تو صورت. بله. من یه دقیقه برم اونجا تا به چینی زود میام. سر جدت میخوایم بگیریم فقط. میام دیگه الان زود میام. خیلی سرده. ماری ببینم عکس دارم. مهدی جان چه عکسی گرفتی آخری؟ آلپاچینوی ما چطوره؟ خسته نباشی. چکرتم. آخ پختم دیر. چطور بودم؟ خیلی خوب بودی ها. این دفعه قشنگ مشکل گرفتی بالا. خیلی دلگی شد. جدی میگی؟ آقا کی بریم؟ بریم دیگه بزنی سکانسر بگیرم. دیره به خدا. تو چه دیره تو هم؟ این چقدر واقعیه. آره چشاش نگاه کن. گذاشتی پستو؟ آره ببین متن شماده شده ولی عکسش هنوز نه. یا اون عکسه که عمر رفتیم کوه چطوره؟ حالت بزن. آم نه نه نه. آره چطوره؟ ببین خوبه، فقط چیزه این چیه؟ تهش یه جوریه. یعنی چی سورپرایز؟ سورپرایز دیگه. آقا من دارم زنمو میبرم برنامه زنده. کجا سورپرایز؟ خب همین سورپرایز دیگه. آقا جون من تو برگرد با من، با کامنت ها رو ببین، دایرکتر رو ببین، با من ببین، بسپارش به من دیگه. یازده و نیم هفت سال دیگه. آره تمام کنم همون رقمی که شما خودت گفتی رو گفتم بریزم به حساب پر بگیم که بریم تو استودیو. حله عالی دوستم داری؟ عشق من تو جون چکرم. بذار الان اکثرم بهت میگم کدومو بذاری. دیره ها. نه الان زود میگم بفرسته. ماری جون این اکس ها رو برمان میفرستی؟ کدوم؟ همون که گرفتی الان. این؟ بایسا این؟ آره همین خوشه؟ این یکیش هم بفرست. باشه. این تویی؟ آره. چه خوشگله. یه چیزایی شنیدم. چی شنیدی؟ شب تلویزیونی؟ آره دیگه این برنامه مزخرف و همه میرن یه فهم نوبت بره برن. اینقدر سلف شدی که اعلام نامزدی تو برنامه زندگی تلویزیون. نه الان برای تلگرام میفتیم. ببینم یه ناراحت نشی. بگی موتیه رو آجا اون موبایل رو بذار جیبت سر جده. راکورد موبایل درسته؟ بله. ببین ببین یه کار خود در رو که یه رسیم اینجا میاریم یه از پرزیز برش میگیرم الان بیارم یکی بگیم آسپاسک اما بگیرم ماری بینجا میرم اینجا اصلا یه کار یه کارگرده بجرم مریم جان این پلانه چند ثانیه؟ دو ثانیه. دلش کن میگه این چی فرستادی؟ مگه عکسه میخواستی؟ ما این مسخره بازی هره این چیه؟ گفتم اینا هم پیشت بشه. پیشم؟ یعنی کجا آوردی اینو؟ خودم انداختم. تو غلط کردی انداختی؟ برای چی انداختی؟ کی انداختی اصلا؟ یه شبی. ولی منو سگ نکنیم برای چی تو گوشی تو رو؟ گفتم یه روزی به دردم میخوره. اون تنجاده بسته باشه از پلانه بگیریم. چی میخوای؟ بچه ها میخوای پلانه بگیریم. با هم حرف میزنیم. اونجا کر میداری دیگه چیز میخوایی؟ با هم حرف میزنیم. بگیریم اونجا. مریم جان یه دقیقه. یه دقیقه لازم من راکوردم باشه چک کنم. نه بیا کوریه کارت داری یه دقیقه. فقط زیپتو بکش بر. بیا اونجا. بیا. ببین پلانر ما دوباره میگیریم احتمال داره چاشنی عمل نکن. فقط تو یک کاری کن بشین تو ماشین. تو این ریاکت تو داشته باش دیگه. بعدا تو سی جی بلای سرش میریم تا ببینیم چی میشه. بشین بشین مرتب. این زیپه جاش درسته و باز باشه. ببینمت. خیلی ترسیدی ها. فقط تکنیک. فقط گوره پدر حس. اوکی بگیریم فقط. مریم بله ساکت آقا میخوایم بگیریم خیرست دارم.
ماری چی میخواد؟ دست راستتو ماری جون برای چی داری این کارو میکنی؟ دست راستتو بگی بالا. برای چی داری اینجوری میکنی؟ دست راستتو بگی بالا. هی به من نگو دست راستتو بگی بالا. من خودم بلدم دست راستمو بگیرم بالا. همین پنجا نفر وایسادن دارن. به درک وایسادن نگاه میکنم برای چی میخوای میگه؟ دست راستتو بگی بالا. بیا چی میخوای؟ مردش نیستی تو. چه پول میخوای بگو پول میخوام کاری چی؟ من اینستاگرام میام. گوه میخوری بذاری. دست چپتو بگی بالا. دست چپتو بگی بالا. بیا ماری جون چی میخوای؟ بعدش پاکش میکنی؟ امشب زنتو نبر. نمیتونم. دستتو بگی بالا. نمیتونم زنمو نبرم که. اونا دارن به خاطر همین پول میدن اصلا. منو ببر. اونو نبر. چی داری میگی؟ بگو من زنتم. فردام رسمیش میکنی. ما آماده ای. بگیریم آقا بگیریم دیره. بچه ها آماده لطفاً. آماده؟ بفرمایید. صدا؟ 1-1-12. دوربین؟ دوربین رفت. شلیک. گوش کن یه دقیقه به من. آخه من میگم دختر ما چرا باید یه همچین مدرسه ای بره؟ خب مثل بقیه بچه های مردم. نه ببین نه نه بابا نمیخواد. حالا که اینجوری است نمیخواد به داداشت بگی. من خودم پولشو جور میکنم. چی کار داری شما؟ جور میکنم دیگه. شما فقط خب نه بابا زنگ بزن فقط بگو قسط بندیش کنن. حالا من گفتم جور میکنم. باشه میام. حالا میام الان بابا شرکتم الان سر کارم. گفتم میام. شام و اینا داریم که ها. میام یه ذره دیرتر میام. باشه چیز میزی نمیخواد. خداحافظ خداحافظ. گفتم با خوردم قول نده حیوان. گفتم با خوردم بهت غلط کردم. خوردی به پدر مادر سریته. روشن کن آقا من دهنم سرویس میشه باهاش 6 تومن دارم میریزم حسابت اینجوری بریم. 5 تومن میریزی. روشن کن آقا بریم. برسادمش سرویس در میره. در چی میرم برم زمین خونه مهندس خونه در میریم. ببین لیلی اگه حالا میخوای کار کنی میخوای پول در بیاری. میبرمت در خونه مهندس میری بالا در واهش شزو التماسش رو میکنی. بهش میگی گوه خوردم اگه بخشیدت میبخشمت وای به حالت اگه نبخشیدت. روشن کن آقا. آقا من لکی روشن نکن واسه من جو میگیره. بردار اونو. بردار سوشی چون دختر بردار اونو میگم. امیر نگاه کن. خونه شاپوری گفتی رفتم. بهودی رفتم، مصطفی رفتم، منوچهری رفتم. میره مردی که ولکسوس داشت ونکی. محسن. ماز نازی. نازی ماز محسن. ماز محسن در بوداخون تر داریم. نداریم. من خودم گم رفتم. رفتی پولتو گرفتی. پول دوست به تو برو بگی. خفشو ببین. روشن کن آقا روشن کن بریم. واسه. روشن کن بریم دیگه. آقا ملکی روشن کن. اصلا حالی میکنم روشن کنی بهم نمیخوام مهندس. من دوباره درم میخونم این آقا میخواد چه غلطی بکنه. روشن کن. تقصیر منو دارم چیتان پیتان واسه شما. مهندس چیتانه؟ خفشو زر نزن. مهندس چیتانه. خب؟ اون یارو بهبودیه چیتانه. شاپوری چیتانه. محسن چیتانه. اینا همه شون چیتانه. تو درب و داغون نهیدی بدبخت. دوست داری بفرستمت ها؟ دوست داری؟ ها بفرستمت یکی دو ما بعد برگردی بگی گوه خوردم آقا امیر غلط کردم ها؟ اینجوری دوست داری؟ میفرستمت. اصلا این فردا میفرستم. ها تو نمیدونی پایین چه خبره نه؟ میفرستمت پایین. حالا درب تو سختت نیست با کرایه بری؟ الو چاکرم مهندس خوبی؟ قربونه تو فدر. نه آقا پیشمه پیاده شوی ماشین برات بگیر. هارچی آقا رامه رامه. آره فدر چون تا رفرشی آورده بشه. آره خورد فدایی تو آقا ملکی. آقا ملکی جونم یه دقیق نگاه کن. یه دقیق نگاه کن. این امیر اومد هرچی اصرار کرد که آقا ملکی بریم دم خونه مهندس دور بزنه اینو شما نریا. اون حرف شما رو میخره. خب
به خود مهندس روانی محضه. من برم اونجا سر یه هفته دیوونه میشم. شما خودت دختر داری. شما فکر کنم من دخترشم. حاضر دختر بره اونجا؟ به خدا حاضر نیستی. آقا ملک. شما جای پدر من. شما جای برادر من. شما جای عزیز من. عزیز من. این اومد هر چی اصرار کرد که ملکی بری ملکی فلان، شما قاطعانه واسه بگو من نمیرم باشه. آقا ملکی یه تکونی بده، یه چیزی بگو، یه حرفی بزن. قول دادی یا بذار. آره روشن کن بریم. چی؟ آره آره یه باکس آب معدنی هم بذار، دستمال هم بذار. ببین منو رضا روشن کن. خب نه نه نه، این ننه من پشت درد میکنه، به این کارمندت بگو ببره در واحد تحویل بده. آره شب میام حساب میکنم باهات. آره قربونه فدات شم. خدافظ. خدافظ. روشن کن دیگه آقا مالی کیه ساعته. بسی آقا ملکی این مساعده بود خواسته بود دیگه، این جور شده. این سر چهارپانی بانک بزن بقل واسه کارت به کارتشون. حالا هم روشن کن بریم دیره. حسلم سر رفت. مامان حسلم سر رفت. منم حسلم سر رفته مامان. خب من الان چی کار کنم؟ کارتون ببین دیگه. من اینو صد بار دیدم. خب یه چیز دیگه ببین. من الان توی تبلت هم دیگه به غیر از این چیزی ندارم. منم هیچی ندارم، چی کار کنیم؟ خب اصلا به یه بازی کنیم. مامان جو من اصلا حسله ندارم. اگه حوصله نداری واسه چی من آوردی اینجا؟ با چی کارت میکردم؟ من میذاشتی خونه. عزیزم میخوای اعصاب من خراب کنی؟ من تالا تو رو خونه تنها گذاشتم؟ خب اصلا من چرا نذاشتی پیش بابا؟ ای بابا ما که در مورد این قضیه با هم صحبت کردیم. خونه بابات فقط پنجشنبه جمعه ها میتونی بری. خب به این بازی که من میگم با کنیم دیگه. چیه بازیت؟ اسم بازی جعبزه. ببینم یعنی... تو من نگفتی من خستم و حوصله ندارم نمیدونم الم بلم. اصلا این بازی مال خسته هاست. خب خب اصلا این بازی جا عوض، یعنی که من میشم تو میشی من. همین؟ آره. خیلی خوب باشه بازی کنیم. شروع کنیم؟ بله آماده ای؟ یک دو سه. تو چرا انقدر غر میزنی؟ خیلی زرنگی. هرچی دلت خواسته غر زدی، حالا میخوای بندازی گردن من؟ ماما بازیه. باشه بازیه. از اول بشه. چرا انقدر غر میزنی؟ خب حوصله‌ام سر رفته. از تو از این کلاس رفتم اون کلاس، هی این کلاس اون کلاس شدم. بعدش هم من ورشی آوردی اینجا. تا کی ما باید منتظر بمونیم؟ منتظر بودن یه ساعت دو ساعت دیگه. اولا اینکه منم حوصله‌ام سر رفته. دوما تو من به غیر از اینکه تو رو بیارم اینجا جای دیگه میتونستم بذارم؟ بله خونه بابام. خونه بابات فقط پنجشنبه جمعه میتونی بری. خب من میذاشتی خونه. خواهی من اذیت کنی؟ تو نمیدونی خونه خودمون تنها میمونی. خب تنها بمونم. یه با من تنها بذار مگه چی میشه؟ تو بچه ای احتیاج به مراقبت داری. خب پس من بچه‌ام اصلا لازم نیست اینجا منتظر بمونم، تو قراره منتظر بمونی. مجبور نیستی؟ تو بچه ای من نیستی؟ تو نمیدونی وضعیت زندگی من چجوریه؟ نمیدونی مرتضی دو هفته است جواب تلفن منو نداده؟ تو اینا رو نمیدونی؟ تو نمیدونی من یه سر گوشی دستمه دارم به مرتضی زنگ میزنم؟ تو نمیبینی من بد اخلاق شدم؟ مگه من تو راه بهت نگفتم میای منتظر مرتضی بمونی؟ نگفتم؟ تو نمیدونی من شب خوابم نمیبره، به زور قرص میخوابم؟
پس تو مجبور نیستی. بازی کن مامان. خب اگه اومدی اینجا با مرتضی حرف بزنی چرا نشستی تو ماشین؟ بیا برو در خونه مرتضی در بزن، بگو مرتضی چرا دو هفته از جواب تلفن من نمیدی؟ برم در بزنم که خودم رو سبب کنم؟ اصلا من برم در بزنم در رو وا نکنه، اینجوری که همه چی بدتر میشه. من اصلا مرتضی به من کلید داده همینجوری برم تو؟ پس برو کسی که بهت کلید نداره به من نزن. تو مثلا خودت خیلی خوبی؟ من اگه بخوام قور بزنم قور خودتو سر میزنم. من بابا برام مدرسه بیارمت، اینو میخوام اونو میخوام. قبلا که میخواستی بری کلاس والیبال، الان که میری اسکواش. میدونی اصلا هزینه این خودش چقدره؟ من باید مراقب باشم که با کی دوست میشی، با کی میری میای، کی میخوابی، چی میخوری. اصلا وقتی میری پیش بابات فکر کنی من خیالم خیلی راحته؟ اصلا همین بابات، چرا همین بابات هزینه اسکواشتو نمیده؟ چرا اون نمیبرتت بیارتت؟ مثلا یه پنجشنبه جمعه میبرتت پیتزا بخوریم میرین شهر بازی، اون دیگه شد بابا. من از دست همه تون غور دارم، از دست تو غور دارم، از دست اون بابات غور دارم، از دست اون مرتضی هم غور دارم. بازی کن بابا رو ولش کن، بابا که دیگه تموم شد. مرتضی هم خودش بهت زنگ میزنه، اصلا شاید ازت معذرت خواهی هم بکنه. منم دختر خوبی میشم، بهم بگو چی کار کنم. برم یه ما پیش بابا بمونم تو راحت باشی کار خودتو بکنی؟ این چیزا دیگه لازم نیست، این چیزا دیگه فایده ای نداره. من این فکر کردم که هم خودم از دست شما راحت بشم، هم شما از دست من راحت بشی. میخوای ما رو ول کنی بری؟ نه، میخوام خودم بکشم. نه خنجه دیگه. بابا یه جرفیه میزنی. واقعا میخوای این کار بکنی؟ آره، جلوی خونه مرتضی هم این کار رو میکنم. آره، الان برو در خونه مرتضی در بزن، بگو سلام مرتضی اومدم، همینجا جلوی در خونه خودم بکشم. اصلا چرا اونجا؟ همینجا همه این قرصا رو میخورم، میخوابم، دیگه هم بلند نمیشم. باشه، فکر بدی هم نیست، بالاخره بابا که اونطوری شد، مرتضی هم که درست بشه نیست، منم که از مرتضی بدتر. فقط نگران نیستی من تنها بمونم؟ برو پیش بابات. آخه بابا فقط پنجشنبه جمعه هست. مسخره بازی در نیار. من الان واقعا میخوام خودم بکشم. جدی جدی؟ نه ما. اینجا دیگه بازی تموم میشه. تو میشی خودت، منم میشم خودم. قرصا رو بخور. بده اینو، لباتیت میمادم کمک. دیگه تموم شد. بشین بریم دایی. بریم آبا. بشین بریم. ببین یه کاری بکن اونجا یکم بگرد. ببین من فعلا 100 تا میخوام سفارت رو رد کنم. اگه میتونی 100 تا بگیر، حالا فردا پس فردا میرم یه صراف آشنا پیدا میکنم یه کاریش میکنم. زیاد میخوام، نمیتونم با این قیمت بگیرم. حالا بیا خونه بابا اینا بعدش میبینم. قربونت نبندن ها. بدو برو دایی، برو بریم. خانم الان دو ساعت پیش بود قرارم. شرمنده، من باید میرفتم اون سر تهرون برگشتم. اون دقیقه یه زنگ میزدین اگه میفروختمش چی؟ ببخشید نفروختینش که. نه دیگه اینجاست. میخواینش بیارم؟ آره دیگه، این همه راه اومدم برای این. خب باید با وانت میومدین دیگه. الان اینو چجوری میخواییم ببریم؟ خب ما واقعی نمیشد دیگه، یعنی با مجبور شدم با موتور بیام، وانت نبود. میتونم با همین بریم؟ با این؟ خب سر راه من همه وسیله شما حالا شما رو برسونی. نه شما رو اول برسونی اگه اشکالی نداره، بعد
تورم چک و چونه میزنیم سر تخت. باشه بریم، فقط خودتون باید حساب کتابتون رو با این خودتون. نه خیالتون راحت باشه، نمیدونم. باش بشین بریم، پس دیرم هستش. مرسی خانم. اینجا چرا بریم؟ چرا جا بریم؟ نه اینجا زشته، بریم جلو. آقا چرا زشته؟ من راحتم، شما اگه ناراحتیم بریم جلو. جلو راحت میشین اینا؟ جا بریم خوبی دیگه. آخه جا نیست اینجا. این صندلی، اینم این صندلی دیگه بدیم من. ببخشید، شما هم اینجا بشین. صندلی خودتونه، هنوز پولشو که ندادم. برو دایی برو. رسیدم و پیشی میاد. از عکسش خیلی قشنگ داره. آره این خیلی خوشگله. چه دستنا کم اساسی دیگه، خریدن همه رو دیگه، همین همون برام. آقا یه سری ها می نویزن به علت سفر حراج که مثلا می خواهیم وسیله هاشون رو بخری تخفیف ندن، بگن اون بر پولش رو لازم داریم. می بینی چهار تا کوچه اون بردر طرف پیاده می شه ازن خارج. نه من واقعا جا نداشتم این رو نگه دارم، برای هم می فروختم. از جدی داری می رو هم می توانم تخفیف بگیرم. کجا می ری؟ فرانسه. در درس؟ درس هم 3 سال پیش تموم شد. الان یه کاری پیدا کردم اونجا، دارم میرم اونجا سر کنم. اقامت هم گرفتم. یه 3 سال دوندگی و رزومه فرستادم، بالاخره جور شد. منو با خودتون میبریم؟ نه خندین، جدی میگم، منو با خودتون میبریم فرانسه؟ آره ببین من یه اوضاعی دارم، یعنی وقت ندارم. شما اسم کوچیکتون چیه؟ فراز. ببین فرض، من یه اوضای داغونی دارم، یه بابایی دارم که نمیدونی اصلا. من کمی کبودیام خوب شده، وگرنه نشونت میدادم. این مداره کشه پزشکی قانونیه. شما این عکس‌ها رو نگاه کن، نگاه کن. تازه همش اینا نیستش که. من 2 سال پیش بابای من منو تو خونه زندانی کرد سر هیچی. روز کنکورم نازش از در خونه 2 سال بیرون برم، روانی شده بودم. با 1000 بدبختی و مصیبت پارسال فرار کردم، رفتم ازش شکایت کردم. گرفتنش، انداختنش زندان. من 49 روز بیشتر وقت ندارم. این 49 روز دیگه بیاد بیرون، هر جایی باشم منو گیر بیاره، بابامو در آورد. هر جایی هم برم گم و گوشم پیدا میکنه. میدونم 49 روز بیشتر من وقت ندارم. همون روزی هم که گرفتنش قسم خورد کارت قرمزیه، گفت بیاد میکشدم. میدونم هم این کارو میکنه. این یکی بگه، اینو شما ببینیم، بگه ازدواج بدون اذن پدره، از دادگستری گرفتم، مهرم داره، اینم امضا. شما یه دقیقه نگاه کنیم مدرکو. دیگه الان با خودت داری میگی این دختر روانی دیوونه است، ولی به جون خودم من پام برسه اون بر یه کار کوچیک پیدا کنم طلاقمو میگیرم. اصلا هر جایی تو بگی من مینویسم، امضا میکنم که خیالت راحت باشه. اون برم کار ریخته، من میتونم کار کنم، برم کافه کار کنم، روزی 4 یورو پول میدم. مگه فرانسه یورو نیستش؟ کار میکنم، آویزونت نمیشم. منو با خودت میبری؟ تو یه چیزی بگی، نگاه میکنیم فقط. الان من نمیخوام شما جواب قطعی به من بدین، فقط یه اوکی بدین من خیالم راحت بشه. یه جای درست حسابی میشینیم مفصل راجع به همه چی حرف میزنیم، خیالت راحت بشه. منو میبری با خوده؟ ببین اصلا ماجرا این نیست. زن داری؟
ببین من فرانسه نمیرم اصلا. دروغ گفتم بهت. دانشجو بودم اینجا. درسم تموم شده، وسایلمو دارم میفروشم. برم شهرم. من خارج نمیری؟ نه خانم، ببخشید. واسه چی دروغ میگی؟ واسه چی با وقت مردم این شکلی بازی میکنی؟ میدونی من چقدر کرای موتور دادم تا اونجا اومدم؟ بله. قبلش بلند شدم رفتم تهران، پارس یارو میگه زن داره. خب مینویسیم به علت سفر حراج گوشش بنویسیم زن. ولی من واقعا موقعیت شما رو درک میکنم. آقا من پیاده میشم. ببین من موقعیت شما رو میفهمم قشنگ. اصلا ولی... پول موتور فدای سرت. بگو نگه داره من پیاده. آخه اینجا کجا میخواییم پیاده؟ آقا من دو جای دیگه باید برم، ایشالله اونا مثل شما خالی بر نباشه. آقا نگه دار. خب حداقل بذاری من میرسونمتون، اینجا پیاده نشی. بهت نمیاد دروغ بگی. حداقل بذاری من پول موتور رو باهاتون حساب میکنم. آقا من اصلا مشکلم چیز دیگه ایه. عمو دربست آقای ببخشید مرتل شدی. من کاری ندارم، نشستم اینجا. مری خانم چطوره؟ والا خوب نیست مری، که دکتر البته از سه روز پیش دکتر رو دیدم، گفت یاد آماده باشیم برای خدا نکنم. خیلی شاقه واقعا. تو فکر کن من تصمیم بگیرم که دستگاهش رو جدا کنیم یا نه. مرد حسابی تو دکتری، تو بگو جدا کنیم نکنیم. من تصمیم بگیرم زنم زنده بونی. سه شب پیش نوشین خانم تو راه پله ها دیدم، رنگ برو نداشت، گفت سه شب بالا سر مامان بیداره. حالا هم که شما اینجوری هم شما مسافر داری؟ نه تو دو این چمه دونه؟ نه این مال خودم. کجا به سرورت دارم میرم یه سفری. دیشب تو ساختمون جلسه داشتیم برای حساب کتاب های ساختمون، اومدم به سوای شما رو بهتون بدم. حالا از این بعد که با آقا حسین دربی شما هماهنگ کنین، اون مدیر ساختمون گفتم منم که معلوم نیست که بیام، گفتم حساب های شما رو بیارم. این قبض آب که شده 487,000 تومان با توجه به که دو ماه اخیر مری خانم بستری بودن. سمشون میشه 65,000 تومان باید روشن باشه. آقای ثروتی هم پسرش رفت سربازی، به جای 4 سهم همیشگی 3 سهم حساب کرده. اینم قبض برق که سهم شما میشه 58,700 تومان. زیاد شده با. آره به خاطر لامپای راپله هاست، لامپا زیاده، حسین درویش قرار کمشون کنه. همه اعتراض داشتن. گاز چیمه؟ گاز نه، گاز فرقی نکرده، فقط هزینه نظافت بیشتر شده. کارگر از چلیم؟ نه از شرکتشون تماس گرفتن، گفتن که از اول سال قیمت ها بالا رفته. مزاحمه جمعه. برحال شما از این بعد با حسین درویش تماس داشته باش، شماره کارتشو بگیر. باشه چشم. کارت به کارت بکنی.
آقا شو اگه لازم داری نه قربان باشه حالا بعدا با هم حساب میکنیم مال تعارف نمیکنم نه اصلا اینقدر کمر شکن هزینه ها که رقمی نیست این شب هزینه ها را هم تجارت خونه است اینجا قربان بابا جون جانم ببین شامفور رو پر کن من نه با کار بودم شامفور رو پر کن من چیز میام زود میانم میام با کارت ملی مامان چه توی جیب کیفشه توی اخشه توی کمد بحری اخشه آقا یه سی سی و بای سی و توی راه رو 10 تا فرم باید پر کنی همش هم کلت این گوش مراجعه بیشتر ببرن آقا اگر مهمون نیست دیگه من برم میشینم دستان و سو بازید سفرت هم بخیر باشه آقا شاب شاید یه چیزی که قبل از رفتن به امانتی چیه کادوه این؟ چیه؟ باز کنم باز کنم چیه؟ نه تحصیگاره مهری خانومه میدونی که بعضی هاشم روزی شده اون نصفهاش ماله دوره یکی میخواستن ترک کنن سیگار رو نصفه میکشیدن دستی قهوه خوری مهری خانومه شکست انداختیم دور من برش داشتم سنجاق سر مهری خانم یه روز بی کلید مونده بودم پشت در ازتون یه سنجاق سر خواستم اینو به هم دادیم در رو باز کردم اینو نگه داشتم اونم پاشنه کفش مهری خانم شب عروسی نوشین خانم جلوی تالار 12 ساله پاشنه کفششون شکست عصبانی شدن کفشو انداختن تو سطل زباله جلوی تالار من برش داشتم تحصیلگارا را از توی کیس زباله تون که میداختیم تو شوتینگ برمیداشتم حتی اینا همش نیست بیشترشون توی خونه تو چند تا جعبه دیگه از عطر زده خیلی سخت بود آقا شاه این همه سال خیلی سخت بود تو این دو سه تا ساختمونی که عوض کردیم من همسایتون باقی بمونم سخت تر این که همیشه مدیر ساختمون باشم چون فقط مدیر ساختمون حق داره کلید شوتینگ رو داشته باشه حالا هم که اینجوری شده از وقتی دکترها جوابش دادن دیگه حس میکنم جای من تو این شهر تو این ساختمون نیست اینه که دارم میرم منطور نمیدونم چرا الو گفتم عزیزم شما واقعا قربان برم میام عزیزم نوشین بود نوشین گفت مهری خانم از کما در اومده از کما در
ترمز دستی. هر وقت وای میستی ترمز دستی تو بکش که خیلی راحت باشه دیگه. حتما بکش خنگه. فقط الان با من میگین این پارک دوبله چطوره؟ خودت چی فکر میکنی؟ خوب شد دیگه. فاصله تو ببین از ماشین جلو، از ماشین عقب، از جدول ببین چقدر فاصله داری. خیلیه خانم داننده، من اگه این دفعه دوباره رد شم دیگه واقعا رانندگی رو ول میکنم. نه رد نمیشی، امتحان تمرین میکنی قشنگ، بعد میری امتحان میدی ردم نمیشی. آه دقیقا مسئله منم همین تمرینه. من میگم که الان جلسات من تموم شده، خب بعد من یه پیشنهادی دارم. چه پیشنهادی؟ اگه شما لطف کنین یه جلسه اضافه بر من بذارین، من یه ذره دستم راه میفته. حالا بشین عقب صحبت میکنین. مرسی جان، میای جلو شما. مثلا فردا اینا فردا صبح اینا. بشین حالا صحبت. فردا صبح اینا وقت میکنین؟ نه، فردا صبح که نه، وقت نمیکنم. فردا ظهر چی؟ نه. نه. صادرکات لطفا مرسی جان. من فردا آخر چم اگه شما بگین اوکی اما نه فردا وقت نمی کنم. شما با خانم قشقایی هماهنگ کن، فردا میدونم فرصت داره. خانم قشقایی هم خیلی خوبه مهسا جون، یه دو سه جلسه رفته پیشش. خوبه دیگه. بله من شما خانم قشقایی بودی مهسا جون؟ بله خوبن. بعد میگم که ببخش فقط چرا مربیتون عوض کردی؟ این الان برای شما خوبه تنظیمه؟ برم؟ بله راهنما لطفا بنده یک خیلی آروم از تو پارک در بیاد. مرسی خیلی داری باز میدی بر اولش. آفرین خوبه. خوبی مهسا؟ عالی. خب پادرش بنده دو. سلام. اینجا راه نما بزن بریم به طرف پایین. هیچی فقط این خام دارنده میگه که فردا وقت باره بار که فردا وقت نمی کنه هم دنده دو خوبه. همیشه کلاچو خیلی فشار بده قدرتی، ولی گاز نیاز به قدرت نداره. با سر پا هم شما یه فشار کوچیک بدین خوبه. خام داننده جانا ببخشید معذرت. نه خواهش میکنم. مامانم بله. بعد خیلی سلام میرسونم. شما خیلی سلام برسونم. میگن که ما یه پیشنهادی داریم، مثلا ما میتونیم خودمون ماشینمون رو بیاریم خب بله. بعد بیایم سمت منزل شما هر جا که باشه اوکیه. بعد چیز کنیم اونجا نیم ساعت تمرین کنیم خب. پولش هم جدا حساب میکنیم. نه مسئله پول و ماشین نیست، من فردا کلا نمیتونم آموزش داشته باشم، ما مراسم داریم، من تا شب درگیرم. کلا خام قشقایی دیگه. بله لطفا مرسی. دیوونم کرده میگه که کلا وقت نمی کنه مراسم. فردا مراسم داریم؟ بله. خیر باشه. خیر که سالگرد شوهرم. آخه خدا بیام مرسی. خیلی ممنون. یه سال شد؟ بله، یه سال گذشت. دنده؟ آره، مرسی. بچه هم دارین؟ بله، یه دختر دارم. عزیزم. چند سالشه؟ 4 سالشه. تو اصلا وقت نمی کنم ببینم، چون همش پیش مادرمه. اصلا نمیرسم. مامان هم طفلک کلی خسته شده دیگه، قرار روز بچه من نگه اتش داری، من چاره‌ای ندارم. فقط یه بعد از ظهر دیگه؟ نه با بعد از ظهر چیه، من صبح میرم مهد کودک کار میکنم. اسمش ملیکاست. شوهرتونه؟ بله. اینجا رد کردیم و باید از اینجا میرفتیم بالا. من فهمیدم اب نداره، جلوتر هم راه هست. باش بس حواست باشه، راه نما بزنی. اینجا فقط تو اتوبانی میخورده سرعت مطمئنه لطفا. راه نما بزن که از اینجا بپیچیم. از اینجا بپیچیم دیگه، از اینجا میرفتیم نه از این اینجا هم بلدم. باش فقط خیلی دور نشیم از آموزشگاه. باش تو محدوده باید کار کنیم، دست در نکنیم. اینجا هم سعی کن از لاین کنار بری، اینجا خیلی سبقت میگیرن از هم. دنده مرده است، دنده تو برگردیم. مرسی. دور موتور اومد رو 3000 میتونی شما عوض کنی. الان برو. مرسی. آروم راه نما بزن که از همین کوچه بریم تو محدوده آموزشگاه. راه نما زدی؟
پرسیدن دیگه. خیلی گاز زیاد داری میدی. برو تو. اینجا برای چی بایستد؟ من اینجا زدم به شوهرت. من پارسال اینجا زدم به شوهر. داشت از خیابون رد میشد، با موبایل حرف میزد. بکردم رد میشه، گاز دادم. داشت با من حرف میزد. رفتم جلوتر تو آینه نگاه کردم، دیدم بلند نمیشه. رفتم چند تا خیابون اونورتر وایستادم. از تلفن عمومی زنگ زدم اورژانس بیاد. زنگ زدی اورژانس؟ تو میتونی هر روز 6 صبح از خواب بیدار شدن یعنی چی؟ اونم وقتی که تازه ساعت 3 صبح از خستگی قش کرده باشی، نخوابیده باشی. میدونی روزی دو شیفت کار کردن یعنی چی؟ من اصلا بلد نبودم کار کنم، پول در بیارم، اما الان مجبورم روزی 200 بار به بچه های مردم رسیدگی بکنم، گوه بچه های مردم رو پاک کنم، در حالی که اصلا وقت نمی کنم حتی یه روز درست حسابی بچه های خودم رو ببینم. من یه هر روز بعد منت این و اون رو بکشم که یه ساعت بچه های من بیشتر نگه دارم تا من کار کنم، تا یه قرون پول در بیارم. باز باید هر ماه منت صابخونه رو بکشم که دومشو بکنه پنجم، پنجمشو بکنه دهم. با بدبختی این ماشین رو گرفتم از دختر خالم که تو آموزشگاه شوهرش کار کنم. پدرم در اومد تا دونستم 500,000 تومن بیشتر وام بگیرم تا مجبور نباشم اساس کشی کنم بمونم تو اون خونه لعنتی. من مجبورم منت مادرم هم بکشم تا بچه‌مو نگه داره. اون وقت تو هم منت میذاری سر من که زنگ زدی به اورژانس؟ دهن منو خواهم داننده مهسا جون من 4 ماه از صبح تا شب دنبالت، یه سال نتونستم باشم درست حرف بزنم، یه سال نتونستم بچه‌مو بغل کنم، یه سال خواب درست نداشتم. بسته دیگه، بستم، یه سال شد بسته. من نمیتونم خودم رو معرفی کنم، نمیتونم. اومدم اینجا هر کاری که تو بگی میکنم، هر کاری، فقط بذار من یه شب راحت بخوام. هر کاری، هر کاری. برو بیرون. نه برو همونجا که شوهر من وایساده بود وایسا. مگه نفتی هر کاری؟ برو. خب بالاخره سفر علمی دانشجویان دانشگاه شریف به سمت کویر. ندا نگاه نکن الان سحر داره میخنده ها، این الان کلی داشت قصه میخورد، میگفت جای ندا
چیه؟ یه دقیقه واسه چیه؟ چی میگی سعید؟ واسه کی میگیری؟ واسه کی میگیرم؟ سعید خاک تو سرت چیه؟ به تو چه دوست نداشت بیاد؟ بودو بابا چیه؟ همش فضولی میکنه تو همه چی دخالت میکنه اشکال نداره دفعه دیگه با هم میریم دفعه دیگه سکایی میریم دفعه دیگه تو خدا بریزی نکنه آفزادی جفر یه گل یه گل گل میسم به قرآن مغزمونو خوردی میسم مگه ورق نهی بردی بشید حکم بازی کنید آقا حکم چیه همه پخش و پله شدن تو هم آخه پخش و پله چه جمع کنید دادم آقا ببینم دکتر که داره اسمس بازی اینو تارم رفته شده اینو ببین بچه واسه استاد اینو تو ببین نارنگی بود بعد الان استاد دو ساعتی از کفلی زده روش داره در باره سیاه چاله و کبیر و این چیزا صحبت میکنه خب کن بچه های میگه چه میذاره استاد برای ندا دارم میگیرم ندا جان جات خیلی خواهی باش میومد باشه باشه پس بیا به به ببین کی اومده آقا محمود به به آقا محمود تو بود از چی؟ آقا ردیف آقا محمود خیلی یخ کردم خدا رو شد آقا محمود را بیاد بریم دیگه آقا محمود بشی بریم بیا قربونه دادا برم چیزه ما برات فیلم میگیریم میفرستیم خب اصلا ناراحت نباش قصه نخور نایمدی تو گفت؟ استاد شما حال خوبه؟ حالا اونو نپرس. یه دقیقه بیا اینجا. یه دقیقه بیا اینجا ببین. اون یه دقیقه استاد چی شه؟ استاد خوبی؟ نه. استاد زد تو گوشتون؟ زد. چیه سعید؟ سعید فهمیدم داره میپیچونه پیگیرش شدم میگه این حرومزاده مسیج داده به من شب بیا تو سایت تو اتاق من مردی که تو گفت خوردی به نگاهت کنید یه دقیقه چی شده میخوان منو خراب بکنن میخوان آبروی منو ببرن این چه حرفیه شما مگه منو نمیشناسید تازه با من آشنا شدین با من کلاس نداشتین تا الان با من اردو نیومدین من همچی آدمی هم واقعا باش بگور بشم تا حالا شنیدین یکی گفته باشه من آدم عوضی هستم؟ بعدشم سوگل جان شما از کجا میدونی که ندا داره راست میگه؟ تو راست میگی ندای ما دروغ میگه من دروغ نمیگم من دروغ نمیگم من کار بدی نکردم بخوام مخفی کنم گفته من بهش مسیج زدم این گوشی من تو سنت مسیج من ببینید من چرا اگر حراست بفهمه شما یه همچین رفتاری با من کردین تو اردو باهاتون چیکار میکنه شما میدونی اگه راست باشه حراست من نمیگم من به حراست نمیگم چون براتون خیلی گرون تموم میشه من خیلی از شماها مردترم وای تو مردی یادت رفته پارسال شب امتحان زنگ زدی به من چقدر دریوری گفتی چی بهت گفته فرداش هم ازت عذرخواهی کردم دیگه چی بهش گفتی که عذرخواهی چرا الان میگم چی اومده فرداش قبل امتحان معذرت خواهی موسموس که من میگم چرا الان داری میگی گفت مست بودم یعنی چی چون مست بودم مست بودم آقا کیوان یه دقیقه بشین ببینیم چیکار میشه چرا داری شلوغش میکنی من مست بودم نفهمیدم چی میگی به من چرا میبری داره میبری که ببرم ها باشه باشه کیوان من از این به بعد اگر بخوام فقط به تو زنگ میزنم باشه فقط جواب بدی ها ولی من با تو خیلی کار دارم سعید خیلی نامردی تو خیلی نامرد نکن سعید من چند بار تو جیب تو پول گذاشتم پسر چند شب شد اومدی خونه من خوابیدی هر وقت به مشکل برمیخوردی در خونه من به روی تو باز نبود سعید سر پروژه ایده پردازان چی بهت گفتم؟ گفتم من یه دونه دانشجو میتونم معرفی کنم بهت هم گفتم میثم پول لازمه نیاز به کار داره از تو واجب تره چی گفتی؟ گفتی اونو ولش کن منو معرفی کن معرفیت نکردم؟ اینه الان به جای تشکرته خیلی وقیحی تو نبودی در اتاقشون رو من گفت کردی گفتی گیر داره؟ چه گوه تو گویه؟ چی دیگه؟ گیره چی؟ گیر داشت خب در اتاقم مشکل داشت دیگه این آقا دو ماه داره موسموسه منو میکنه دو ماه میگه به کسی نگو دو ترم من دارم سر کلاسش نمیرم تو داری برای چی به من نمره میدی؟
سحر جان شما مگه نیومدی به من گواهی پزشکی دادی گفتی من مریض بودم نمره منو رد کن؟ باشه مریض بودم یه ترم، بقیه‌اش چی؟ بقیه‌اش مریض نبودی. الان چی؟ مگه من اون روز با شما کاری کردم؟ شما کاری نکردی؟ من اگر تازه من کاریم کرده باشم که فکر میکنم مشکل از خود تو بوده. من دوست داشتم ندا بیاد اینجا. الان فکر کن من ندا هم تو هم مستی. یه کاری بکن. چه بابا یه دفعه باشه کیسا. نکن کاری بکن. فکر کن من ندا. بشین سر جا. ایشور. آقا محمود راست میگه. میگه ما الان اینو ببریم تحویل دانشگاه بدیم، دانشگاه که کاری نمیکنه. نهایت کاری که بکنه اینه. اینو دیگه نظر درس بود. اصلا اخراجش کنه دیگه. آقا اتوبوس من هر کاری دوست داریم بکنه. من از اینا خیلی کشیدم. خیلی خوب این یه بلاییه که سر گنگ ما آورده. ما خودمون باید تلافی کنیم دیگه. یعنی یه کاری باید بکنیم دیگه. من باشه نگاه کن فندقی کجاست؟ آه بکشیمش بره. چی داری میگی برای خودت بابا؟ نه که بکشیمش یه بلایی سر. خب چی؟ برو بابا این که الان دست و بارش بس از کاری نمیتونه بکنه. ما هم که قرار نیست به کسی چیزی بگیم. دو روز میندازیمش گوشه بیابو بدونه آب و غذا میمونه میفته میمونه. مزخرف نکن. خفه شده. شما اوکی؟ من اوکی. اوکی تو؟ اوکی یا نه؟ باشه. تو اوکی؟ نه من اوکی نیستم. کی میگه من اوکی؟ میخوری اوکی نباشی. بیا پیش من تو میمونم. ما هم تو پش دیگه. میگی نه؟ من میگم الان کله داغ نمیفهمی. یا رسد اگه بفهمه دهنت سرویس. خیلی خب بذار سرویس کنی تو گونه خو اوکی تمام. سعید. من میگم خب اینو الان همینجوری ولش کنیم تو بیابون که خب میره خودشو به یه جایی میرسونه. چیکار؟ یه کاری بکنیم. پاشم بشکنیم. پاشم میشکنیم. کی بلده پا بشکنیم؟ من خوب میشکنم. من میدونم با این لعنتی چی کار بکنم. مازی من خیلی کشیدم. میسم تو الان برای چی داری فیلم میگیری؟ خب چی کار کنم؟ سعید میگه بگیر. من در حال حرکت. ما در حال حرکت داشتیم باشی پرتش میکنیم بیرون. چیکار میکنم؟ بیا اینجا نگاه کن. ببین من حساب کردم با سرعت تقریبی 70 که ما داریم میریم خب اگه در پرتش بکنیم بیرون فقط تکانش خیلی میره بالا احتمال ضربه مغزیش هم هست. سرعتو میاریم پایین. سرعتو بریم پایین چی شه میشه بابا. ارتفاع رو میبریم بالا. ارتفاع رو ببریم. ببین هم ارتفاع رو میبریم بالا هم جهتش رو عوض میکنیم. یعنی از پا میندازیم شما. آره ارتفاع 1.5 ردیفه. ارتفاع رفت. بگیرش. بگیرنا. خوبی تو؟ میدونی ندا میبینی؟ خوبه که ندا میبینه. برش 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 خدا یه کاری کن. سعید خیلی عصبی، یه بلای سرش میاد. آشقال میره باسه من آشقال. چه صافت؟ این شرف باز بده برو. باز بده برو. پوزه تو میکنم سب کن. خاموش کنم نگیر حرف میزنیم با حرف میزنیم دیگه من باور کنید جایی که بخواد من غلط کردم من گوه خوردم آره راست میگیر نگیر حرف میزنیم فیلم نگیر خاموش کنم آقا من اصلا آدم عوضیم کنفیوز من همین کثافتی که شما میگید باشه ولی خب چرا داری فیلم میگیری خاموش کن با هم حرف میزنیم صبح ببین من یه دختر دارم پس برده این فیلم میافته دستش میبینه چی فکر میکنه راجع به باباش به اون فکر کنید اون که گناهی نداره چرا با آینده اون بازی میکنه
فیلم نگیر، خاموش کن اون موبایل رو، خاموش کن با هم حرف میزنیم. من که پیشتونم، منو گرفتین حرف میزنیم. خاموشش کن، خاموش کن. تو که جای یارو نیستی چه میدونی؟ باش آقا، نه بازم نباید قبول میکرد، سفتش نکن. خوبه؟ طرف هزار تا غم غصه داره. آره آقا، از رئیس بیمارستان نامه داره. قادری نامه چیه؟ خودت هم میدونی چرت و پرت. شرطش اینه که تا آخرش ما بیاد. من که میگم بهش. چی میگی؟ میگم نیاد بهتره. آقا ما دو تا بخیه میبینیم که شب جون میکنیم تا خوابمون ببره. چه برسه به این؟ دیدی طرفو؟ حالا تا شب با ما میخواد بدیم و اون وقت؟ تو برو بهش بگو نیدونم بگه چشم. داره میاد. دست و پاگیر قادری به قرآن. ببین داستانش فشارش بیفته بند و بساط، من یکی نمیتونم جمعش کنم و دارم همینجا بهت میگم. خب بی خیال فرنس، داستان چی میشه؟ داستان میشه داداش گلم، داستان میشه. تو امضا دادی، این همه آدم منتظر ما. بعد من نمیتونم وسط اتوبان واسه خانم آب قند درست کنم. به قرآن کار واجبتری داره. اصلا یه کاری میکن. اونجا میخوان خبرنگار باش مصاحبه کنن دیگه. دور و برش که شلوغ شد ما میبیشیم به بازی. خوبه؟ آره اینجوری بشه که عالیه. سلام خانم. سلام. بفرمایید جلو. نه همینجا خوبه، همینجا میشه. سلام. سلام. من میرم امضای خروج رو بگیرم برگردم. باش. ببخشید اسم شما چیه؟ فراز سرابی. آقا فراز، این چیه؟ پکیج. نه میدونم توشه. این قرنیه. اون چیه؟ کبد. بعد دست. ببخشید میگم اما شما امروز خیلی کار بزرگی کردید. من همینو میگم، وظیفه‌ام بوده. این چیه؟ قلبه؟ بله قلب. وظیفه نیست. من الان 5 ساله تو این بخش دارم کار میکنم، کم دیدم این بخش شد. انشالله بیشتر ببینم. همه تا آخرش کشش میدن به یه امیدی. کمتر کسی مثل شما پیدا میشه که یه روز بعد از مرگ مغزی عزیزش ببخش. همه که مثل هم نیستن که. جسارتا میخواستم بگم شما اگه دنبال ما نیایید، یعنی با ما نیایید خیلی بهتره. تا همینجاش انقدر بار رو دوشتون هست که اگه با ما بیاین خاطراتش تا آخر اون یادتون نمیره. چقدر چون میخواستم بگم؟ کلی و قرنیه رو میبریم مسیح دانشوری، بعدش کبد و ریه رو میبریم بهمن که بفرستن شیراز. شیراز؟ بله. سلولای پوستم آتیه تحویل میگیریم. آخر سرم قلب رو باید ببریم کرج. به خاطر همین میگم شما با ما نیای، سخت میشه براتون. جسارتاً یه ماشین تو بیمارستان بعدی هست که شما رو ببره خونهتون. نه ما قرار ما نه. میدونم، من از طرف تیم اجرایی ازتون خواهش میکنم قبول کنید و همینجا از ما جدا بشین. میفهمم، یعنی درکتون میکنم، جدایی از عزیزتون خیلی سخته، ولی تا همینجا هم خارج از مقررات بوده. اگه شما با ما جواب بدید. نه خود سر کار نباید جواب بدم. ما راحت تر کارمون رو انجام میدیم. جفت بگم بین خودمون میمونه، من به کسی نمیدم. ببخش. خواهش. بله سر کارم بگو. نشد خب سری فقط بگو. کی هم مگه قوم و خیشه ما هفت رقم بخوان دسر بخورن؟ نه نه نه، یه سری سفارش بده بسه. نه عکس نمیخواد، من الان نت ندارم، میگم سر کارم ها. باشه باشه، خدافظ. ببخشید. با زنت بد حرف نزن جان. با زنت بد حرف نزن. نه آخه ما چند وقت دیگه عروسیمونه، بعد همش دنبال خرید تو چهار سیر، خرید جهیزیه تو چهار سیروس و امین حضور و الان هم که خرید شب عروسی هست. عروسی خود... مهم نخواهیم. بر
میدونی من شب عروسی کجا بودم؟ کجا؟ تو تخت بیمارستان. یه هفته بستری شد. واقعا؟ چرا؟ آقا من چه با موسط تو فکر. چرا خب؟ نمیدونم داداشش چی با؟ با من یه جوابی دادم آقا من چه عصبانی شد من بزن. ستا از دندونم شکست. این ستا. این. بعدن کشتم. دستشم ماشالله سنگین بود. میزد انگاه سه تا عمله دارن تو مغز من پتک میکنن. با زنت بد حرف نزد. شب عروسی مهمه. میمونه تو خاطر عروس. من همه چی مونده تو خاطرم. من از این قلب و چشم و دست خاطراتی دارم که نه آقا فراز. من اگه با آتون بیام چیزی نیست که تا آخر عمر اذیتم کنم. من اگه بیام شاید بعضی از خاطراتو بریزم دور. فقط تا آخرشو باید ببینم. ببینم که من چه رفته. یعنی جوری رفته که دیگه تیکاش هم هیچوقت جمع نمیشه. خواهش میکنم ازتون، من فقط همین یه آرزو بودم. اجازه بدیم با آتون بیام. خانم از بیمارستان زنگ زدن، خبرنگاره میخوام با شما مصاحبه کنم. مشکلی نیست؟ نه، چه مشکلی؟ فقط خانم تو آخرش با ما میاد. مطمئنی؟ آره. ببین الان ایکس باکس هست، کاپ پی اس 4 هم هست. اینا تو همین سری فرق دارن. مثلا یادت زمان هاتل یو سگا اومد همه مردم فرقی با هم ندارن. ببین یه چیزی داره ایکس باکس کینک میذاره اینجا، بعد تو رو میفهمه، حس میکنه تو رو. بعد هر کاری تو میکنی اونم همون کارو میکنه. اون اصلا بدر خودت میخوره. تو صبح به صبح یه دونه سی دی دنس گیم رقص خب میذاری، بعد همونجوری که تو میرقصی اونم باهات میرقصه. نگاه کن اینطوری. خجالت بکش. چند سالته تو؟ آقا چه ربطی داره؟ یارو 50 سالش قهرمان فیفاست. الگوی تو اینان دیگه، محمد آقا فیفا با. آره آقا، یکی الگوش استیو جابز. من همین محمد آقا فیفا باست که تو میگی. اصلا مردم خیلی کارا تو زندگیشون میکنن. تو بگرد ببین کی احمقانه ترین کارو میکنه. همون کارو تکرار کن. آقا حالا ببین، اگه بیاد تو خونه اولین نفری که باشه حال میکنه خودت. کی این همه پول میده پایین چرت و پرت؟ نگاه کن یارو جواب داده. میگه 1200 با دو تا دسته. دسته به یارو دایرکت دادی؟ خب من به تو نگفتم نکن این کارو. ببین ایکس باکس از در این خونه بیاد تو، من از همون در میرم. سگم تو جدی میگی؟ آقا منم دارم جدی میگم. من قرار نیست شری بشینم پاش بازی کنم. حالا یه موقع یکی بیاد چی بشه دست بزنه. جون احمد، یه موقع یکی بیاد. آخه کی این همه پول میده پایین چرت و پرتا؟ 1200 پولیه؟ پولی نیست. نه پولی نیست. نه انا الان شریس میخوری. واسه الان بعد ما حرف میزنیم. یه دقیقه وایسا. بله. کجایی؟ آقا بیا دیگه، ما منتظریم. شب شد بابا، بودو. ببین یارو الان داره میاد. چیکار میکنه؟ کیه؟ امینه. میشناسمش؟ آره بابا ببینیش میشناسش. همین دیگه بهت میگم هرس داری میخوری آلزایمر گرفت. الکی شلوغش. آقا جدی دارم صادق میگه. من جلو چشم اون روزی که ایکس باکس میرینه تو زندگی. ایکس باکس میرینه؟ نمیرینه. هیچ دو قرون پول نداریم. چه برسه کل وقت تو بخوای بذاری پای بازی. بوق بزن. میزنم بوق میزنم. من بفهمم که این ایکس باکس کارت کله تو آتیشش. سلام. داش آوردی دیگه پول کامل. آره. بده بیار. یعنی چیه؟ انگوشه. بیا بگیر برو پایین بابا. چرا؟ برو پایین. برو پایین. الان من آقا به درد نمیش خوره. چرا؟ نه به قرآن مال مادرمه. بگیر اذیت نکن. برو آبش کن بیا. او الان من کجا؟ آقا به درد من نمیخوره. جون هر کی سری سری درست میکنی. او به قرآن اذیت نکن. این سریو بگیر. حالا قبول کن من نسخ بودم. وزام خراب بود. به زورم میگیرم. بزن بغل. بزن بغل بیا. نزن بغل. بابا جون مادرت. بابا تو رو خود بیا اینو بگی شما نگاه کن. او دو ساعت هر سری. بابا. صد دفعه بهتون گفتم از این خنزل پنزله برنامه شما دمت گرم بده.
الان ندارم اینو خوردش کنم ها. اندازه کلش بده دمه دیگه. برو زیر. زر زر نکن حالا خوب چون چه یه لحظه انگشتر رو بهم بده من فردا پول برات میارم آقا پول آوردی بیا بگی انگشتر مال مادرم من بزنم به من ربطی نداره برو با مادرت چون مادرت آقا میگم برو پایین چی شده داداش انگشتر رو بده من مادرم آقا آقا به من ربطی نداره میگم من تو خونه نسخ بودم یه گوی خوردم الان بس سگ بشینم انگشتر رو بده من فردا برات پول میارم بابا سالا من انگشتر دست مادرم درآوردم بابا من انگشت مادرمو بریدم به جون مادرم دارم راست میگم تو خونه با ننم حرفم شد ولش دادم خود گوشه دیوار بیهوش شد انگشته در نمیومد دستشو بریدم انگشته رو در آوردم جون مادرم انگشته رو بهم بده بده تو رو قرآن میارم دمت گرم بده نبرم بیمارستان بیچارم میکنم داشم من صبح تا شب صد تا این قصه من میشنم برو به جون مادرم برو کامشو پایین داری تابلو میکنی دیگه تو رو خدا انگشته رو آقا برو پایین من دادم بده ببینم برو کامشو پایین برو کامشو پایین موبایل بهت بدم جون مادرم آقا برو پایین نگه دارم انگشته آقا گوشی نگه برو پایین موبایل بهت بدم تو رو قرآن برو پایین من زنگ میزنم به من ربطی نداره زنگ بزنه برو پایین صحبت جواب بده به خدا میگم برو نمیگم آقا دروغ نمیگم خب جواب بده برو پایین بهت موبایل میدم جواب بده آقا وایس جواب میدم خب خب دیگه بله آقا بگو من رفیقش هم بهش میگم خیلی خوب زدم مردم دارن نگاه میکنن سیف کردی اسم منو تو گوشت به ده انگوشت رو بهم میدی تو بگو چی سیف کردی من بدونم شاد اومد خیریه را انداختیم؟ آره خیریه را انداختم بده بره دیگه اینجوری حاتم تایی میشی تایشی میمونه بر خودمون آقا میگم انگوشه رو به ایشون بده ما بعدا با هم حرف میزنیم بعدا حرف بزنیم چه پیادش کن بره بابا داره دروغ میگه آقا اصلا داره دروغ میگه من حال کردم بهش بدم برم حال کردم اصلا باش میخوام پیشم بمونه نمیدم اینا جان عزیزم من یه دونه لنگش رو قول میدم برات بگیرم جدی میگم
بیا ببین یه شرط من اینو میدم تو ایکس باکس نمیخری. جدی میگم. بیا پایین. بیا پایین دارم بهت میگم. برو آقا برو. مرگم صد بار از مغازه زنگ زدن. کی؟ امروز نرفتم سر بزنم بهشون. خب کی زنگ زده؟ پس چرا من ندیدم کسی زنگ بزنه؟ نیاقی دیگه کی؟ گور بابای اون نیاقی. من این همه زر زدم که تو بذاری بری پیش نیاقی. زر مفت زدی دیگه. برگشتم نباشی یا میخوام کارگر بگیرم تمیز کنه این گور. من میگم تکلیف من چیه؟ تو میگی میخوای کارگر بگیری خونه تمیز کنه. میگم اسمس داده دو روز دیگه میام. بیاد این مزه خونه رو ببینه چی میگه. چیکار کنم من فرا؟ تو خودت گفتی میگی بهش. سهر جان میگم بهش. تو برو خودم زنگ میزنم به. راستی داری میری سر صدا نکنی این باید بغلیه ببینتی. جوری عبده باز دوباره خرم کردی همین جوری. باز شروع نکن تو دیرم. چیزی جا نذاری یا؟ مردی که گوه میخوری برای میذاری اینجا میری. نخی باید نیستم ببینم سیلی خانومت که میاد. گوه خوردی خودتی پشت زربزی. زحمت نکش قبل تو خودم خودمو میکشم. دهن سرویس چه بدبخشی. بیشنبی بکری دروغ میگم. اینم بیست دارم بخش که رفتم بالا برگردی جنازم رو ببینی. به خدا رگم هم میزنم به جون مادرم. شما تو سمینی داشتی میرفتی؟ فکرم قرصه رو خوردی؟ بسه اینم برم بسه همونجا. چرا نخوردی قرصه رو؟ شما از کجا میزید؟ فرهاد گفت بخوره شما رو. من باید برم. قرصا رو بخور. شما حالا تو خوب نیست. چهار روزه نخوابیدم. من باید برم. اول باید اونا رو بخوری تا من خیالم راحت شه. من چرا باید خیالتون رو راحت کنم؟ چون وظیفته. چون یه هفته از هزار دلیل قانع کننده داشتم که اینجوری سرزده بیام خونه خودم. حالا که به خیال خودکشی تو اومدم از خودم رو سوا کردم پس وظیفته. وظیفتی که اون قرصا رو بخوری تا نظری بیشتر از این فکر کنم. یه احمقم. فهمیدی؟ شما یه هفته اینجا بودیم. آره بخور اون قرصا رو. کجا؟ تو ماشین. پس بخور اون قرصا رو. تو ماشین چی کار میکردی؟ به شما گوش میدادم. همه این یه هفته رو؟ همه شو بخور قرصا رو. چجوری گوش میدادی؟ یه میکروفونه که تا صد متر اونورتر صدا رو میفرسه. بخور اون قرصا رو. ببخشید. برای چی؟ بابت این
یه هفته. باور کن فرهاد گفت. من به فرهاد کاری ندارم، اون کارشو کرده، چیزی که بلده مثل که خیلی خوبم بلده. چون گذاشت رفت، التماسای تو رو شنید و رفت. من تو این یه هفته خیلی چیزا شنیدم، جرأتشو نداشتم بیام تو، حتی انقدر جرأتشو نداشتم که میکروفون تو ساعت دیواری حال گذاشتم، در حالی که قاعدتا باید تو اتاق جاساز میکردم. پس فرهاد مقصر نیست، تقصیر منه، تقصیر منه که خوش باورم و ترسو. پس بخور اون قرصا رو. اومده خونه که چیکار کن؟ چند سالته؟ 26. خوب کارتو بلدی. البته الان خوب نمیبینم، ولی حتما خوشگلی. من الان 4 روزه که نخوابیدم. میدونم داره دهنم رو سرویس میکنه. یه هفته است یه آب به تنم نزدم، ولی از وقتی گفتی میخوای قرص بخوری یعنی سگ جویدم بیام اینجا که نذارم بمیری. چرا؟ نمیدونم، نمیدونم. تمام این 7 روز هر شب میخواستم وقتی خوابید بیام با قفل فرمون بکشم تو، ولی نیومدم. حالا که اینجوری اومدم فکر کردم جنازت رو میبینم، ولی تو داشتی میرفتی. پس بخور اون قرصا رو. واقعا بر من اومدی؟ آره. چرا؟ واقعا نمیدونم. به قرص بدم بهت؟ بر میگرنت خوبه. من میخوام تو همه این قرصا رو بخوری، میخوام ببینم که میخوری. میخورم، حتما میخورم. تو اول خوب شد، اینجوری که فایده نداره. بعد که خوب شدی همه قرصا رو میخورم. قول میدی؟ آره. اگه میومدی بیدیدی که قرصا خوردم چیکار کرد؟ میبردم بیمارستان. چرا نمیذاشتی بمیرم؟ وقتی دیدم داری میری کنف شدم. هم رو بخش بخور خون میشه. یه لیوان فراد عوضش کن. بخش کنفت. لیوان عوضش کن. دیوونه شدی؟ آروم بگیر، آروم بگیر. چی کاری بود آخه کردی؟ حالا میبندم سب بودم چی میدم کنم باشه نگران نباشه رو یه چیزی پیدا کنم میبندمش. ای چرت و پرت نگو، خون داره ازت میره. کلپ نمیشیری. بزار پاشو ولش کن، پاشو باید بری، پاشو. بزن بابا رو فعلا که میخواییم بندازیم تو دهن آقا جون. افتاده تو دهن آقا جون، داره مزه مزهش میکنه دندون مزهش. سرت حال اونو به حالا خداییش این همه سال مادر ما هرس خورد از این کج سلیقگی آقا جون، نیست ببینه این چه لقمه ای واس خودش گرفته. خیلی خب، حالا شورش نکنی، فردا افادهش زیاد میشه. حالا که گفت میخوام تو روش بگم. تو که از وقتی دختر رو شناختی که داری همچون قربون صدقش میدی، ولش کنن دستمال به دست خونه دختره میخواد برقصه. نیست ما هممون کج و کله ایم، مقدسه خوششه یه بر و رودار داره میاد تو کج و کله خودش. بابا حالا خدایی خودش نیست، خداش که هست. من این دختره فائزه رو یه چند دفعه تو ماشین مجید دیدم، مسافرش بوده. پدر سگه
بر و روی داره. به خدا انگار خدا خودش اینو نشسته نقاشی کرده. عدالت تو شد خدا. والا به خدا اگه آقا جون 40 سال پیش سر ننه خدا بیامرز خدا سلیقه خوشگلش رو کرده بود، الان کلی برای خودمون برو بیا داشتیم. این از رو سایلنت داره مخصوصا تو با چه مگه بیا اینو مرضیه فاطمه میخونی. خدا بدرم گله مامان زنده نیست، اگه بود داشت فاطمه تو رو میخون که میخوای براش حبو بیاری. خدا خفت کنه نفهمیدم چی خوندم. به خدا امشب میاد بخوابمون همه مولانه نفیه. نه ترس امشب نمیاد فعلا که گیر کردیم اینجا. والا معلومی که درست شد. چی شد داداش من میریم بالاخره یا نه؟ پاشین جمع جور کنیم. چی شد؟ مرزی آجی یه 10 دقیقه میری سر همین جاده، این دعاشش میاد دنبالتون. مگه تو با ما نمیای؟ من کجا بیام؟ من واسم بالا سر این یکی بیاد درستش. مجید ما چه جوری برگردیم؟ قرار بود بیای دیگه. میام محدثه میام تا شما برین یه بله بگیرین، من یه خاکی به سرم میریزم میام. واقعا آره بده بده با مامانتون به جان از این چیزی. ولی قرارمون این نبود دایی. چه قراری مجید؟ هیچ به دعاشم منتظر شما سه شب شد. جدی جدی نمیخوای بهشون بگی؟ دست برو تو برمی‌داری؟ چون نسی حرف میزنی مجید. آقا هیچی نیست بریم. مرزی پول داریم بیا اینجا. خواه زر دایی میخواد. به خدا راست میگم یه سالشو فقط نکردم. به روح عزیز بسره. خب چرا نمیگی بهشون؟ نریم واسه بابا بزرگ خواستگاری. به خدا دایی هر روز نیم ساعت مسافر مطل میکنه. کلاس فایزه تموشه برسونت شهر. راست میگه مجید. با تو هم. مجید پس چرا لالمونی گرفتی؟ خب که چی حالا؟ خب هیچی برادر من. دهن باز میکردی میفهمیدیم چه تا یه کاری برات میکردیم. خب الان که میدونی تو ساکت باش شیدا. میخوای دختره رو؟ با تو هم. بابا من 2 ساله میخوام این لگن رو ول کنم برم خیر سرم سر یه کاری. از وقتی این اومد شد مسافر من گیر کردم اینجا. یا فاطمه این زهر ساختم با همه چی ساختم، با ازدواج و خرابی و ناز و ادا و بدبختی ساختم تا حالا. حالا هم که بیا بابای ما. بابا رو ولش کن، مگه جوون 20 ساله است دختر آفتاب مهتاب ندیده میخواد؟ ولی داداش ما هم همچین جوون. تو که به نفعت بابا تو دوماد کنی از من که چیزی به تو نمیواسه که از بی سیاستی خودت از بی ارزگیت. بله تک پسر حاج نقدلی با اون همه مال و منال بعد بیاد روتوبوس شدیکی کار کنه. حساب آره؟ من آقا جداست مهندسه، خیلی وقتی که جداست. آره آفرین پسر خوب، بعد دست نکن تو هجله آقا. نمیریم مجید، به خدا مامان از دست این دق کرد مرد. یک ماه آقا جون خواب و خوراک اما گرفته که چی. من این دختره رو میخوام، من این دختره رو میخوام. تو اگه 2000 عقل داشتی سیاست داشتی پات از اون خونه نمیبریدی برادر. چی رفت آمد میکردی که آقا جون بفهمی تو دختره رو میخوای؟ خب دروغ میگم؟ چه ساده ای تو. آخه بیرا میگم مگه؟ چی داری میگی خواهر من؟ آقا شما که خواهرای منی، الان جای مادر باید باشین واسه من بدبخت. دارین چپ و راست تیکه بار من میکنین. حالا برفرض که میفهمیدین چیکار میکردین؟ الان که میدونین چیکار میخواین بکنین؟ آره مهندس خانوم من پیر پسرم، من سیام رد کردم، ولی من 70 سالم هم که بشه تو یک بار پیش خودت میگی این داداش بدبخت من سر و همسر میخواد یا نه؟ نمیگی، به والله نمیگی. یه بچه باید به فکر من باشه. بابا شما که تا 4 تا قول و قرار ارث و میراث بابا رو شنیدین شال و کلا کردین، هوو هوو دارم میخونین. اصلا من بچه گوه، شماها قبلش کجا بودین؟ خدا وکیلی اگه اون باغ، اگه اون کارگاه فرش بافی رو به نامتون نکرده بود آسین بالا میزدین؟ یه دختر 20 ساله رو بشونین جای مادرتون نمیکردین. خیلی خوب داره. اینقدر الکی از حرفای محدث بول نگیر. مگه ما الان خواهرات نیستیم؟ مگه زنده نبودیم؟ چرا تا الان نگفتی؟ راست میگه، چرا تا الان هیچی نگفته بودی؟ اون که میدونست چیکار کرد که شما میخواین بکنین؟ کی میدونسته؟ بابا میدونسته؟ قروم ساق، از وقتی فهمیده من فایزه رو میخوام پاشو کرده توی کفش، من زن میخوام اینم میخوام. الان شما رو اندخه جلو چیزی گیره من نیاد. رفته نشسته تو مسجد به همه گفته من میخوام زن بگیرم. بابای ما مسجدی آخه، بابای تو مسجدی آخه. ببینید کاراشو، یعنی میدونه و داره این کارا رو میکنه؟ مجید به روح مامان اگر دروغ گفته باشه دیگه اسمتو نمیاد. الان مگه من چیزی گفتم؟ من حرفی زدم؟ این بچه ها چیزی گفت منم تو دلم مونده بود گفتم بگم که گفته باشم. بیاید بریم. چی داری میگی واسه خودت؟ میفهمی آخه؟ مجید بریم دیگه تمومه ها. راضیم. بیاید بریم. دیر شد. یعنی چی راضیم؟ نرین تو رو خدا، اصلا معلوم نیست چه شده. چته تو دیروز من میدیدم اشکاش چطور یه روز رزرو داده من نمیدونم. صبر کن الان معلوم. بابا نکن. چیکار میخوای بکنی؟ نمیخوام. به روح مامان میگم نمیخوام دختره رو. راضی ام.
آقا من راضی نبودم میآوردمتون. خب نمیآوردمتون که. دیشب هم که دیدی بعد 3 سال با آقا آشتی کردم. چیکار کنم دیگه؟ چیکار کنم؟ خدا میدونه تو سر تو چی میگذره مجید. خب راست میگه. الو مجید. الو. رضایت تمچین بی اجر و مواجبم نبوده. چرا؟ مغازه بازار و کارگاه شیرینی پزی معامله بدی نیست واسه رضایتش. مبارک. شلوغش نکن علیکی مرز خانم. شلوغش نکن. با منم بستنه دیگه. بستنه. به خدا بستنه. بدبختی بستنه دیگه. مجید داداش گور بابای همه چی والا ما که داریم میریم. اگه میخوای برای تو صحبت کنیم. مجید جان تو که 3 سال با بابا قهر بودی خب بقیه عمرت هم روش ها؟ آره دایی به خدا اصلا با همین اتوبوس هم میشه کار کرد. فکر ما رو هم نکن یه جوری میونه رو میگیریم که از همون ناراحت نشه. داداشش معطل ماست مجید. میای بیا بریم. نه بری چون تمومش کنیم دیگه. بنویسیم یه چیزایی تو داشبورد پیدا میشه. نیست چیزی اینجا که
بذاریم بیاد. بنویس حالا. بگو بیاد که بعدا دبه در نیاره توش. مرتضی. کمرنگ نمیشتم مرتوش نباشه. چه حرفی؟ چون میدونم که مثلا اسم از پشت معلومه و اینا. این مجده، این مرتضی، اینا من. ببرزش این تو. کیفم خالی بود. بده مرتضی بکش. شهرام گفتم به من میفته. میخوای بیخیال چی؟ نه. میتونی بری؟ نمیدونم چی کار کنی؟ میخوای دوباره بکشی؟ دوباره بکشیم که چی بشه؟ بیفته به من، بیفته به تو، اگه دوست داری بری برو دیگه، نشسته تو اون نیسان. میری؟ بابا چی میگی؟ کشیدیم یه بار اومده به اسم شهرام. مگه اینکه بیخیال شیم؟ نه. نه پس باشه برو دیگه. میرم حالا. میشه. میری حالا. تو فقط لب و دهنی، فقط قمپوزی. تو کی تا اسمت در اومد زرد کردی گوه میخوری سه ماه زیر گوشم وزوز میکنی بریم تو میری تو مردشی؟ من از همون اولم گفتم نه نمیرم. تو به گور بابامو خندیدی گفتی نه. تو که میگی نمیتونی نگهش داری؟ الان سه ماه نگهش داشتی چی شد؟ زنت ول کرده رفته شیراز بر دست ننش به خاطر من رفته به خاطر تو رفته. من نگهش داشتم. به تو چرا رفتی داره که زن من رفته؟ میگی نه که چی بشه آقا ما حرف زدیم. اگه الان نریم دیگه بهونه دستمون نیست. من به مامان قول دادم نگهش داشتم. چی میگی تو؟ سه سال پیش بود قول. سه سال پیش. من میدونم گیره چیه دیگه. گیره تو پوله. یه بار شد محض رضای خدا ببری نگهش داری. یه بار شد براش خرج کنه. تو چرا حرف نمیزنی مجده؟ اینو چرا میکشی بسایی؟ باش بسط هست آخه مجده موافقه؟ موافقه آره تو که پول پول میکنی اگه پول داشتی الان اسباب بزنید کف خیابون بود؟ دوباره داره حرف نمیزنی بفهم اولاغ به روح مامانم دارم به خاطر خودش میگه آقا اگه برادر تو هست برادر منم هست همبازی بچگی من بوده برادر اینم هست بذارش آسایشگاه خودتو زدی به خنگی؟ آسایشگاه میشد ما الان سه ماه فراری بودیم بابا من ناموسم اومد جلو چشمم از این پرستار رضایت گرفتم شوهر داشت طرف بابا ما حرف زدیم دیگه حرف زدیم ستایی نشستیم توافق کردیم دهن همه اون سرویس رو دمگی نه خب یه چیزی بگو دیگه مرتضی جهرم راست میگه اگه میخوای نگهش داری با سال بعدش چی کار میکنی؟ با دو سال بعدش چی کار میکنی؟ با 30 سال بعدش چی کار میکنی؟ خب یه ذره فکر کن ببین اگه امشب به خیر بگذره آره سخته ولی بعدش ساناز برمیگرده دیگه چه بهونه ای داره میره بابای ساناز آقا بهی میگن ساناز همه چی توی مملکت میریزه به هم خرس ها بشه نمیشنسه از فردا اگه نریم پشیمون میشی آقا اصلا من یه خودت نبودی میگفتی نمیدونم چند شب پیش که دهنم سرویس شده دیگه نمیشه نشسته اینجا حرف بزنه آقا الان کشیدیم به اسم کی آقا ما الان کشیدیم به اسم کی اومده به اسم من اومده اسم تو من پاشه برو دیگه داداش هی نشسته اینجا حرف میزنه من نمیتونم پاهم داره میلرزه نمیتونم برم یکی دیگه جای من بره کی میره یه چیزی میدم یکی بره 30 تومن میدم یعنی چی 30 تومن میدم جای من میری ما قرعه کشیدیم شهرام میدونم قرعه کشیدیم من 30 تومن میدم جای من برو نقد میری من میرم 60 تومن نقد بدی میرم چی داری میگی؟ تو مگه موافق نبودی الان چی میگی؟ آره ولی با قوره حرف ما پولی نبود 60 تومن نقد بدی میرم من 60 تومن که نرم 30 تومن رو ماشین حساب کرد پس خودت برو 40 تومن میدم نه من 60 تومن رو لازم دارم شهرام میدونی که
آبا 60 تومن رو میدم ولی 30 تومنشو الان نقد میدم، 30 تومنشو چک بعد از 13. شهرام من میخوام مهریه ساناز رو بدم، حتما باید بگم تو عید باید بدم. 40 تومنشو نقد میدم، 20 تومن چک پنجم دیگه ندارم آقا، ندارم. اگه میری برو، اگه نه که بیخیال میشم. بیخیال چی؟ نه باشه قبول میرم. بنویسم. بنویس. چک فردا رو می‌نویسم، صبح با هم میریم بانک نقدش میکنیم. بنویس. امشب هم که دیگه با هم. یعنی دیگه نمی‌بینیمش؟ پسش میدم. خب میدونی که باید چیکار کنی؟ آره میدونم. چیکار میکنی؟ میدونم دیگه شهرام. خب تکرار کن، تکرار کن. از دریا که برگشتم سر صدا را میندازم، بعدم زنگ میزنم تو مجد رو خبر میکنم، بعدش هم که پلیس اومد بهشون میگم این میخواسته بره چهارشنبه سوری، من نذاشتم بره، اینم زده شیشه های خونه رو شکونده، منم برای اینکه هوای چهارشنبه سوری از کلش بیفته بردمش دریا. میبری چهارشنبه سوری؟ خب ترسیدم بزنه یکی رو لاکار کنه. خب بعدش چی شد؟ بعدش افتاد تو آب، منم پشت بندش پریدم ولی پیداش نکردم. قایق از کجا آوردی؟ لب ساحل کره کردم. راننده چی؟ راننده هم با همون اومد، اونم پرید ولی پیداش نکرد. الان درسته حل؟ خوبه. خب چک رو بده من. شهرام، شهرام باید یک کاری بکنی، ببین کلیدو بگیر، کلید خونه منه، میری همه شیشه‌های خونه منو میشکنی، خب کسی نبینه، این کلیدم مال سانازه، گم و گور کن بره، کلید خودمو دارم، بیا.